سلام میکنم خدمت شما دوستای عزیز و گل، خوش اومدید به این قسمت از ویدیو. بچه ها اومدم با یه ویدیوی فوق‌العاده مهم، یعنی در 20 تا ویدیوی قبلی این ویدیو واقعا مهمه. من معمولا بچه ها تا ثانیه آخر صحبت میکنم و کسایی که تا آخر میبینن خیلی به نفعشون میشه معمولا، چون اکثریت تا نصفه میبینن و رد میکنن که به ضرر خودشونه. من همه این اطلاعات رو خودم میدونم. خب بچه ها، چهار تا موضوع آوردم براتون در رابطه با یه خبر برای مصوبه، خبر رسمی و کنکور 1403 و ترمیم معدل و یه چیز دیگه که بعدا بهتون میگم بعد از اینکه اینا رو توضیح دادم. بچه ها، در رابطه با مصوبه بهتون بگم که شورای عالی انقلاب بالاخره صحبت کرد در رابطه با مصوبه که خودش داده و مقاومت خودش رو در برابر تغییر مصوبه ابراز و ایجاد کردی. همچین چیزی مقاومت نشون داد کلند. بریم که بخونی ببینیم چی گفته. حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه اومد گفت که ناعدالتی های زیادی رو توی کنکور شاهد بودیم درباره نحوه برگزاری کنکور، به خاطر همون اومدیم و این مصوبه رو دادیم. خب درباره علت مخالفت برخی از نماینده های مجلس به شیوه فعلی برگزاری کنکور، اومد گفت که پس از ورود جدی شورای عالی انقلاب به موضوع برگزاری آزمون سراسری، رئیس جمهورم از کاری که ما کردیم حمایت کرد. یعنی اومد گفت که آقا ما کار درست رو انجام دادیم، اوکی؟ و با تاکید بر این که روند برگزاری کنکور تغییر نمیکنه، اومد گفت که باید همه تابع باشن و ما گام های اولیه این مسیر رو برداشتیم و روند برگزاری تغییر پیدا نمیکنه. اینو اومده گفته، اوکی؟ این یعنی چی؟ این یعنی این که خب طرفی که خودش هستش میگه نه، ما کنکور رو عوض نمی کنیم و نماینده های مجلس میگن که چرا ما باید کنکور رو عوض بکنیم و اعتراض های زیادی شده و به خاطر این موارد که بالاخره صحبت کردن در واقع شورای عالی انقلاب، اومدن گفتن که آقا ما تغییر نمیدیم و مقاومت میکنیم. خیلی ساده و رک اومدن صحبت کردن. البته اگه قرار تغییر ایجاد بشه، طبق ویدیو قبلی هم بهتون گفتم، تا اواسط یا اوایل خرداد به هر حال باید این مورد انجام بشه و به خاطر اینکه چون درگیری زیاده فعلا توی نماینده های مجلس و در واقع شورای عالی انقلاب، نمیشه دیگه واقعا گفت که چه تغییر میخواد رخ بده. آیا تغییر اصلا رخ میده یا تغییری که رخ میده خیلی کم هستش یا نه کلا شیوه برگزاری عوض میشه. این بود از یک خبری که در رابطه با شورای عالی انقلاب به دست من رسیده بود و اینطوری صحبت کردن. و اگه نظر شخصی من رو بخواید، واقعا نمیدونم، یعنی 50-50 هستش. قبلا زور نماینده های مجلس زیاد بود، الان زورشون کم شده، 50-50 است. واقعا نمیدونم چی میشه، ولی هرچی بشه بهتون میگم. مورد بعدی در رابطه با الکترونیکی بودن کنکور 1403 هستش که گفته شده فرایند الکترونیکی شدن در حال اجرا هستش، اما امکان داره که تغییر کنه. اوکی بچه ها، یعنی ممکنه الکترونیکی بشه، ممکنه نشه، اینم 50-50. بابا من نمیدونم، وقتی تو میخوای یه تغییری رو بدی، وقتی تو میخوای یه کاری رو کنی، از همون اول بگو دیگه. میذاریش تا آخر، مثلا هزار تا دانش آموز، هزار تا دانشجو وضعیت روحیشون خراب میشه، 1,000,000 دانش آموز وضعیت روحیش خراب میشه، نابود میشه، بعد یهو وسط سال میای میگی ما این تغییر رو دادیم. نمیتونم چیزی بگم دیگه. بچه، دفعات ترمیم معدل، یه پویشی برگزار شده بود برای افزایش دفعات ترمیم معدل که آموزش پرورش موافقت نکرد. آره، یعنی ترمیم معدل هم کلن کنسل شد که زیاد بخوای ترمیم بکنی و حتی اجازه دوباره بگیری، ولی متاسفانه کلن کنسل شد. بچه، برای مورد آخر، کسایی که تازه شروع کردن به درس خوندن و حدود 72-73 روز مونده تا کنکور، یه دفترچه ای رو تهیه بکنن. خب یه دفترچه مثل این، یه دفترچه ای رو تهیه بکنن و بیان
در رابطه با کنکور همونطور که میبینید این دفترچه ها دستبندی دارن، مثلا رنگ آبی، رنگ سبز، رنگ چه میدونم قرمز و رنگ دیگه ای که اینجا هست. میتونن بیان یه دسته از این رنگ ها رو به کنکور اختصاص بدن، مثلا میگم ها بیان رنگ مثلا آبی رو اختصاص بدن و اینجا بنویسن روز اول کنکور، یه خط بکشن روز دوم کنکور و هرچی که درس خوندن رو اینجا بنویسن و در نهایت یه تیک بزنن کنارش که آقا من درس امروز رو که باید انجام میدادم انجام دادم. اوکی، بیشتر برای کنکور زبان کاربردیه چون کنکورهای دیگه هم تایمشون بالا هستش، همین که تعداد صفحات خیلی بیشتری رو میخواد، ولی خب ما میخوایم دو تا کنکور رو در یه صفحه جا بدیم. شما کتاب ها و درس هایی که میخونی رو اینجا مینویسی و تیک میزنی از آخر، روز دوم به این صورت، صفحه بعدی اینجا روز سوم، روز چهارم، و اینطوری باعث میشه که شما انگیزه و انرژی بگیرید برای درس خوندن کنکور و تایم بیدار شدنتون هم حتما حتما صبح زود بذارید. خیلی سخته ولی خواهش میکنم صبح زود بذارید. اصلا صبح زود بیدار شدن یه دنیای دیگه است، یک دنیای دیگه. شما توی دنیای دیگه هزاران کار متفاوت میتونی انجام بدی. نزار ساعت 8:30 9 صبح بیدار شو، زود بیدار شو، ساعت 6 بیدار شو، ساعت 5:30 بیدار شو، ساعت حد اکثر دیگه 6:15 بیدار شو، ببین که چقدر تأثیر میذاره روی شما. این بود از ویدیو امروز، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، یا علی.